با عرض سلام و ادب خدمت همه دوستانی که در اتاق هستند، به فوروم مباحثات نظری و سیاسی خوش آمدین و خیلی ما خوشحالیم که امروز رفیق عزیزمون آقای مرتضی سامانپور مهمون اتاق هستند. رفیق مرتضی از پژوهشگران نظریه انتقادی است. ایشون در رشته فلسفه دانشگاه کینگستون لندن، مرکز تحقیقات فلسفه مدرن اروپایی، اخیرا فارغ التحصیل شدند. عنوان تزشون هست کاپیتال مارکس از استعمار تا سرمایه‌داری معاصر، هستی شناسی تاریخی و زمانمندی های فرایند بازتولید، که ایشون در این تز به مسئله تکثر زمانهای تاریخی در سرمایه‌داری پرداخته. از طریق بازتعریف و بازسازی مقولات و نظریه انتقادی خود مارکس در کاپیتال. ارائه امروز مرتضی با عنوان بازتولید جهانی سرمایه به همین موضوع میپردازه. در زمینم بگم رفیق مرتضی همچنین عضو هیئت تحریریه پلتفرم آنلاین و مارکس و فیلاسوفی ریویو هم هستند. به هر حال خیلی واقعا تشکر میکنیم از رفیق مرتضی که دعوت ما رو پذیرفتن و امیدواریم این اولین جلسه نباشه که ما این شروع رو داریم. اگر آماده هستن میتونن بحثشون رو شروع کنن. منم سلام میکنم به همه دوستان و رفقایی که دارن برنامه رو تماشا میکنن. مرسی از تراب عزیز بابت این مقدمه و همینطور ممنون که این وقت و فرصت رو در اختیار من گذاشتی. من فقط این بلوتوث هم از کار افتاده، فکر کنم اگه بخوام یه بار دیگه بیام، یه بار دیگه یعنی خارج چند بار چند اون کار میکنه، الان کار نمیکنه. در هر صورت نمیدونم صدام چجوریه از نظر تکنیکی. صداتون خوبه. و اگه صدا خوبه همینجوری ادامه میدیم تا حالا قسمت پرسش و پاسخ ببینیم چطوری میشه. همطور که از عنوان ارائه‌ام پیداست، مسئله اصلی که قراره بهش بپردازم همین سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی هست که خودش رو هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ منطقی در سطح بازار جهانی بازتولید میکنه و فرمی که این بازتولید به خودش گرفته دست کم به لحاظ تاریخی همیشه ناموزون، ناهمگن و متکثر بوده. به بیان یکم فلسفی تر و انتزاعی ترش، مسئله که امروز قراره با هم در موردش یکم فکر کنیم ازش به عنوان تکثر همین زمانمندی های اجتماعی و تکثر زمان تاریخی یاد میشه که خب من امیدوارم که مخاطبای برنامه هم از پیش با این موضوعات و مفاهیم به یمن نشستهای قبلی که اینجا انجام شده به طور ویژه ارائه امیر کیانپور عزیز تا حد زیادی آشنا هستن. من ارائه‌ام سه تا بخش داره. بخش اول یک مقدمه تشخیصی تاریخی در مورد سرمایه‌داری معاصره که درش مسئله بازتولید جهانی و ساختار زمانی ناموزون اون در حال حاضر بدل شده به یکی از مهمترین مسائل تاریخی، نظری و سیاسی مارکسیسم انتقادی و مارکسیسم رو به سمتی سوق داده، به سمتی هول داده که شروع کنه به بازتعریف مفهوم سرمایه و زمانمندی اجتماعی اون. بخش دوم به بازخوانی کاپیتال مارکس در قبال این مسئله تکثر زمانهای تاریخی میپردازه، به طور مشخصتر روی مقولاتی مثل انباشت به اصطلاح اولیه و تابعیت سوری تمرکز میکنم و یه جوری تلاش میکنم محدودیت های این دو مقوله کلیدی و مهم رو نشون بدم. بخش سوم مشخصا سر مقوله بازتولید یا تلقی مارکس از فرایندهای حیاتی سرمایه و اینکه چرا در واقع باز تعریف مقوله بازتولید برای فهم این ناموزون بودن مناسبات اجتماعی سرمایه در واقع کلیدیه و همینطور سعی میکنم که کل ارائه رو در حد همین 45 دقیقه 50 دقیقه نگه دارم، چون بیشتر از اون فکر میکنم حتی اگر خود مارکس هم زمانی میومد اینجا آنلاین ارائه میکرد یه احتمال حوصله هممون بعد از دیگه یه ساعت احتمالا سر میرفت. ولی خب حالا همونطور که میدونین
این مسئله تفاوت مسیرهای تاریخی یا تکثر زمانمندی تاریخی در درون سنت مارکسیسم یک مسئله ریشهدار هست که به این مسئله در دورانهای مختلف در ادوارهای مختلف بهش پرداخته شده و تلاش کرده این ناهمگن بودن در واقع سرمایه رو بر مبنای مقتضیات خاص تاریخی صورت بندی کنه. و ما از لنین و هیلفردینگ و روزا لوکزامبورگ گرفته تا توسعه ناموزون مرکب تروتسکی که اخیرا هم در رشته روابط بین الملل از جمله کارهای کامران متین احیا شده، از تحلیل سیستم جهانی گرفته تا نظریه وابستگی بعد از جنگ جهانی دوم که درش از مناسبات قدرت میان مرکز حاشیه صحبت می‌کردن، همه این چارچوب‌های نظری و تحلیلی به یک معنا سرکارشون با همین ناموزون و ناهمگن بودن مناسبات اجتماعی سرمایه در سطح جهانی بوده. به شکل سلبی این نخی که از درون کل این سنت میگذره و دونه های تسبیح رو به اصطلاح به هم بست میکنه، تهش نقد یک جور تلقی خطی مقطع‌گرا و قایت‌گراست. این ایده مرکزی که حاشیه قرار نیست در یک آینده محتوم و از پیش مقدر به مرکز برسه، متروپول رو همیشه از طریق استعمار میشه فهمید و برعکس، توسعه و عدم توسعه یافتگی یک جفت دیالکتیکی هن، دو روی یک سکه هن. و خب این مسئله تکثر زمان تاریخی historical time در سرمایه‌داری جهانی شده و معاصری که داریم درش زندگی میکنیم از نو به شکل ویژه‌ای برجسته شده. بعد از فروپاشی دیوار برلین در گفتارهایی که به شکل ایدئولوژیک از جهانی شدن حرف می زدن، تصور عمومی بر این بود که سرمایه‌داری قرار بدل بشه به یک جهان برابر و مسطح و همگن که درش نابرابری‌های اجتماعی جهانی القا میشه و همه جوامع به شکل همین قایت شناختی به یک دموکراسی لیبرال میرسن. منتها اتفاقی که افتاده دقیقا برعکس چیزیه که وعدش رو حامیان ایدولوژیک جهانی سازی میدادن، یعنی سرمایه خودش رو به شکل بی سابقه‌ای یونیورسال کرده، جهان شمول کرده، به این معنا که انباشت منطقا بی پایان بدل شده به اصل برسازنده اجتماعی همه جوامع. ولی دقیقا به همین خاطر سرمایه‌داری از درون ناهمگن و تکه پاره شده. برخلاف گذشته همه جوامع کنونی در حال حاضر معاصر همدیگر، به میانجی تجربه مدرنیته سرمایه‌دارانه یک همزمانی تاریخی یا تمپورال کوئیوالنس با هم دارن، به این خاطر که همشون در حالت عمومی از طریق مناسبات مبادله و تولید کالایی خودشون رو باز تولید میکنن، ولی همزمان درست از طریق همین فرایندهای جهانی شدن سرمایه و ادغام خشونت آمیز دولت ملت ها در بازار جهانی، جوامع از همدیگه دور شدن، متفاوت شدن، در عین همزمانی و معاصر بودنشون با همدیگه ناهمزمان شده. حالا من سعی میکنم در طول این ارائه این ایده ای که مقدار انتزاعی به نظر میاد، ایده همزمانی ناهمزمانی رو که به معنای متفاوت از ارنست بلوخ دارم اینجا به کار میبرم، سعی میکنم این رو پرورش بدم. منطقه اگه بخوایم مثلا با همین مثالهای دم دستی یکم روشن‌ترش کنیم، ما مثلا در جایی مثل آفریقا یک فراینده انباشتی رو داریم که با اشکالی از بردهداری نوین به خاص بردگی کودکان اداره میشه و بعد کالای ارزان این فرایند انباش مثل کوبالت، اون ماده معدنی که توی لپتاپ و موبایل و برای شارژ باتری ها به کار میره، میره داخل چرخهای انباشت فرادست در مثلا جایی مثل جنوب غربی چین در ایالت گوانجو که توی خود اونجا اصلا ما با
اشکالی از استثمار زنان مهاجر با دستمزدهای پایین و شرایط اسفناک بازتولیدی داریم و در نهایت کالایی که توی چین تولید میشه میره داخل فرآیندهای انباشت جهانی ادغام میشه، از جمله در سیلیکون ولی در کمپانی های مثل اپل یا والمارت در ایالات متحده. بنابراین اتفاقی که افتاده و این نکته مرکزی هست که نظریه پردازهای انتقادی جهانی سازی مثل آرف دیرلیک متفکر ترک، ساندرو مزادرا متفکر ایتالیایی و خیلی دیگه روش دست میذارن. اتفاقی که افتاده اینه که سرمایداری معاصر به شکل متناقض آمیزی همزمان یونیفای و دیفرنشیت میکنه، یعنی همزمان زمان و مکانها رو با ایجاد وابستگی متقابل به شکل درونی به هم پیوند میده و هم همزمان اونها رو در نسبت با یکدیگه و بر مبنای رابطه قدرت از هم متمایز و ناهمزمان میکنه، هم کنار هم میاره هم جدا میکنه. بنابراین این سرمایه‌داری معاصر یکی از خصلت‌های برسازنده اصلیش همین وحدت منفک شده است، یعنی disjunctive unity، همین جهانی شدن ناهمگن و ناموزون هست. و خب البته باید تأکید کنیم که سرمایه فقط در سرمایه‌داری معاصر و با فرآیندهایی که موسوم به گلوبالیزیشن جهانی نمیشه و از همون ابتدا، یعنی 1492 سال نمادینی که درش در واقع قاره آمریکا به اصطلاح کشف شد، یک رابطه جهانی بوده سرمایه و از همون ابتدا تا کنون بازار جهانی با مناسبات قدرت برساخته شده بود. توی خود نقد اقتصاد سیاسی مارکس از ایدئولوژی آلمانی 1845 به این طرف، سرمایه همواره به عنوان فرم اجتماعی جهانی صورت بندی میشه و بازار جهانی رو به عنوان مدیوم گردش و بازتولید ارزش درونی خود مفهوم سرمایه میبینه. بازار جهانی هم پیش شرط تاریخی سرمایه است که از اعصار تاریخی گذشته به سرمایه داده شده و هم محصول مشخصا تاریخی خود بازتولید مبسوط سرمایه است که فضا و زمانهای اجتماعی رو در درون خودش میکشه و خودش رو به این ترتیب در واقع تکثیر و گسترش میده. بنابراین به عنوان یک فرم اجتماعی ذاتاً جهانی، سرمایه پیوندهای متقابل بین جوامع برقرار میکنه و سرنوشت تاریخی اونها رو با ایجاد وابستگی مادی و چند جانبه به هم میبافه. مثال معروف روزا لوکزامبورگ این بود که امپراتوری بریتانیا قوای مولد مستعمره خودش هند رو تخریب میکنه و وادارش میکنه که تریاک تولید کنه و بعد از اون طرف چین رو وادار میکنه که تریاک هندی ها رو مصرف کنه و بعد ارزشی که از این طریق محقق شده بر میگرده تو درون فرایندهای انباشت خود بریتانیا و اونجاست که ادغام میشه. در کمونیست، در واقع در مانیفست کمونیست، مارکس می نویسه که سرمایه باید همه جا لانه کند، سرمایه باید مستقر شود و همه جا باید پیوندهای اجتماعی برقرار کند. توی گرون ریسه ما این ایده رو داریم که تاریخ جهانی همیشه وجود نداشته، تاریخ به مثابه تاریخ جهانی یک نتیجه است، نتیجه سرمایه‌داری، محصول مشخصا تاریخی خود سرمایه است و این پیوندهای جهانی، میانجی‌های بازار جهانی در سرمایه‌داری معاصر نه فقط تشدید شده بلکه از نو مفصل بندی شدند. امر لوکال، محلی و ملی به طرز بی‌سابقه‌ای با بازار جهانی میانجی میشه، با فرآیندهای گسترده‌تر و وسیع‌تری که از اون سطح ملی و محلی فراتر میره. و این موضوع، یعنی میانجی‌های جهانی و ژئوپلیتیک در جنگ‌های کنونی و تنش‌های ژئوپلیتیک فعلی، خودش رو بهتر از هر موقعی نشون میده. حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل
همزمان بدل میشه به جنگ علیه زنان و مناسبات اجتماعی درون جمهوری اسلامی رو ژئوپلیتیزه میکنه و جمهوری اسلامی به خوبی ازش بهره برداری میکنه. حمله روسیه به اوکراین به خاطر تولیدات غلات و گاز و به هم پیوستگی حلقه‌های انباشت بدل میشه به یک تورم واقعا بی سابقه در داخل خود اروپا. کرونا مثلا از چین شروع میشه و فورا در عرض چند هفته کل جهان رو میگیره. و خب این فرمی که سرمایه‌داری جهانی شده در حال حاضر به خودش گرفته یک شرایطی رو به وجود آورده که درش کل تاریخ گذشته سرمایه‌داری هم خواستگاهش و هم ادامه حیات تاریخیش از نو از منظر جهانی و از منظر روابط قدرت ژئوپلیتیک داره باز تعریف میشه. ما طی 30 سال گذشته به خاطر دقیقا همین فرآیندهای جهانی سازی معاصر با تولید انبوهی از تاریخ نگاری های جهانی و غیر اروپا محور طرف بودیم که تاریخ سرمایه‌داری رو از یک منظر جهانی استعماری از نو دارن بازنویسی میکنن. مثلا کتاب غرب چگونه حاکم شد، خواستگاه های ژئوپلیتیک سرمایه‌داری، ترجمه حسن مرتضوی، یکی از ده ها کتابی که توی ژانر جامعه شناسی تاریخی در اومده و نشون میده فرایندهای استعماری و چه لاینفک به وجود اومدن کار مزدی و سرمایه بودن در متروپول. و این شکل از تاریخ نگاری زاویه داره با مثلا روایت تاریخی که با یک جور ناسیونالیسم متدولوژیک نوشته شدن، به عنوان نمونه در سنت موسوم به مارکسیسم سیاسی در کارهایی مثل الن میکسینز بود و رابرت برنر که همه تمرکزشون رو بر جایی مثل انگلستان، اونم فقط قسمت مربوط به کشاورزی به شکل خیلی همین محدود میذارن و صحبت از خواستگاه سرمایه‌داری به شکل منفرد میکنن، یعنی نه خواستگاه ها بلکه خواستگاه، در صورتی که توی خود کاپیتال توی اون بخش آخر به اصطلاح انباشت اولیه که قرار راجبش هم حرف بزنیم، مجموعه ای از فرآیندهای تاریخی در سطح جهانیه که بخش مهمی از روایت مارکسه. و خب فراتر از خواستگاه و تولد، سیر تحول تاریخی سرمایه‌داری صنعتی که کاملا مدیگه مستقر شده و قوام پیدا کرده توی قرن 19 نشون میده فرآیندهای استعماری جدا از اینکه پیش شرط به وجود اومدن سرمایه، همینطور محصول مستقیم یا نتیجه در واقع سرمایه‌داری پیشرفته بودن، محصول خود صنعتی شدن سرمایه‌داری بودن. و مثلا تاریخ نگاری که موسوم هست به بردهداری دوم به عنوان بردهداری که نیازها و ملزومات سرمایه صنعتی رو در قرن 19 برطرف میکنه به خوبی نشون داده که اشکالی از انباشتی که مبتنی بر کار اجباری غیر مزدی و مبتنی بر مناسبات نژادی عریانه به شکل نظاممندی در طول تاریخ سرمایه‌داری تداوم پیدا کردن، نه به عنوان یک عنصر ناهمخوان با کار مزدی آزاد، نه به عنوان یک پسماند تاریخی از گذشته، بلکه به عنوان پیش شرط تاریخی یا شرایط امکان باز تولید سرمایه و کار مزدی. بنابراین با سرمایه‌داری معاصر و بازخوانی تاریخ جهانی سرمایه‌داری یک شکاف یا ناینهمانی نان آیدنتیتی به وجود اومده بین تاریخ واقعی سرمایه‌داری طوری که ما اکنون از منظر سرمایه‌داری معاصر درکش میکنیم و از اون طرف نظریه اجتماعی و مفهوم پردازی خود سرمایه. در پرتو چنین درک و برداشتی از تاریخ سرمایه‌داری که درش بردهداری نتیجه بازتولید سرمایه صنعتیه، نظریه انتقادی مارکس در کاپیتال که دعوی و هدفش صورتبندی روابط اجتماعی برسازنده و بنیادین در واقع حیات سرمایه است، پروبلماتیزه شده، موزلدار شده. به این خاطر که
انبوهی از پرسش ها بی پاسخ باقی میمونن یا موندن. چنان پرسش اصلی اینه که چرا و چطوری سرمایه برای چند قرن به مناسبات استعماری دامن زده؟ رانه اجتماعی پشتش چیه؟ گذشته از دوران استعمار که میراثش همچنان با ماست، چرا سرمایه‌داری معاصر تا این حد ناهمگن شده و با شکاف‌های عمیق جهانی پیوند خورده؟ این تکثر زمانمندی اجتماعی سرمایه که مثلا یک طرف ما کار مزدی رو داریم یک طرف بردهداری رو، چطوری میشه فهمید اصلا؟ استعمار مثلا بخش ساختاری و هستی شناختی حیات سرمایه است، بخشی از منطق سرمایه است، یا صرفا بخشی از تاریخ همین حادث و ایمپریکال سرمایه‌داری است؟ و همین تو پرانتزم باید بگم که این مسئله تکثر زمان تاریخی همچنین دلالت ها و پیامت های سیاسی خیلی مهمی داره. مسئله فقط مثلا یه چیز آکادمیک نیست که ما بیایم اینجا تئوریزش کنیم و اینها محدود باشه به دیوارهای آکادمی. یعنی اینکه چطور در واقع تاریخ رو بفهمیم همزمان پیامدهای مستقیم داره برای کنش سیاسی. به قول ماسیمیلیانو تومبا، متفکر ایتالیایی، اگه بخوایم سیاست ضد سرمایه‌دارانه رو به شیوه جدید و متفاوتی نگاه کنیم و کنش برزی سیاسی جدیدی رو انجام بدیم، باید تاریخ رو به شیوه دیگه ای بفهمیم. و توی خود مارکس هم، در واقع نظریه کمونیسم مارکس هم همیشه استوار هست بر یک بر مبنای یک درک و برداشت خاص از تاریخ در واقع سرمایه داری. من خلاصه کلامم توی بخش اولم اینه که در پرتو حال حاضر سرمایه داری، مارکسیسم انتقادی این نیاز رو دیده که خود مفهوم سرمایه رو در بنیادی ترین سطح بازسازی و بازتعریف کنه، برای اینکه بتونه با یک تلقی نظری از تکثر تاریخی، در واقع از با یک تلقی نظری از تکثر زمان تاریخی، بتونه این تجارب تاریخی استعمار و میراث اونها رو در سرمایه‌داری معاصر مفهوم پردازی کنه. و خب برای همچین پروژه‌ای نظریه انتقادی مارکس در کاپیتال کلیدیه. و باید تاکید کنم که یعنی این بازسازی نظریه انتقادی مارکس معناش این نیست که ما صرفا بیایم مثل کوین اندرسون توی کتاب مهم و ارزشمندش مارکس در باب جوامع پیرامونی، همین به شکل فیلولوژیک، به شکل همین آکادمیک دست بذاریم روی تحول موزه ایدولوژیک سیاسی مارکس و نشون بدیم مارکس متقدم مثلا در مانیفست و نوشته های جورنالیستیش در مورد استعمار همچنان با یه تلقی خطی و غایتگرا از استعمار دفاع میکنه، ولی بعد از اون طرف از گرون ریسه به بعد، بلخص از دست نوشته های 1861 تا 63 که نقطه عطف کارهای مارکس، مارکس یه تلقی دیگه ای از تاریخ پیدا میکنه و از مبارزات ضد استعماری دفاع میکنه. یعنی مشکل اصلی استدلال کوین اندرسون اینه که خود نظریه انتقادی متد و مقولات مارکسی رو دست نخورده باقی میذاره. یعنی موزه ایدولوژیک سیاسی از منظر نظری فقط زمانی اهمیت پیدا میکنه که نشون بدیم در واقع این موزه چطوری ریشه داره توی نظریه خود مارکس، نشون بدیم این تاریخ متکثر و چنگانه از طریق مقولات مارکسی به شکل نظری در واقع قابل فهمند. مثلا مقوله بازار جهانی که در موردش کوتاه حرف زدیم و مارکس به عنوان وجه هستی شناختی یا مفهومی سرمایه ارائهش میکنه، یکی از مهمترین پتانسیل های انتقادی توی مارکس که هر شکلی از ناسیونالیسم متدولوژیک رو به پرسش میگیره. این دیدگاهی که دولت ملت یا جامعه را به عنوان یک واحد تحلیلی خودبسنده پیشفرض میگیره. خلاصه اگه خلاصه کنم، تاکید بیش از حد روی مثلا نامنگاری های مارکس متأخر با ورازوزالیچ که خیلی اخیراً همین
روش دست میذارم و تقابلش با نوشته های حالا یه مقدار اورینتالیستی و اروپا محور مارکس متقدم در مورد مثلا هند، به نظر من کار چندانی از پیش نمیبره به لحاظ نظری، به رغم اینکه فی نفسه خیلی مهمه و ارزشمنده. برای همین مهمه که دست بذاریم روی در واقع وجه نظریه مارکس، و بنابراین از اینجا به بعد من وارد بخش دوم ارائه میشم که یه مقدار از این حالت تاریخی در میاد و نظری تر میشه و تمرکز میکنم روی کاپیتال مارکس. امیدوارم که حالا تا اینجا خیلی خسته نشده باشین. برای اینکه بحث کاپیتال رو در واقع باز کنم، خیلی کوتاه باید به متد مارکس اشاره کنم، چون بدون فهم مسئله روش اصلا روشن نیستش که در واقع کاپیتال راجبی چیه. خب توی خانش های فلسفی از کاپیتال در سنت موسوم به شکل ارزش که از شاگردهای آدورنو شروع میشه و در حال حاضر در کارهای میشایل هاینریش و کریس آرتور ادامه پیدا کرده، کاپیتال یک اثر اقتصادی و امپریکال در مورد یک مقطع خاص مثل سرمایه‌داری صنعتی قرن 19 نیستش، بلکه یک نظریه انتقادی در مورد مناسبات اجتماعی هست که برسازنده مفهوم سرمایه به شکل فی نفس است. از منظر این خانش ملهم از هگل، کاپیتال مارکس یک هستی شناسی تاریخی اجتماعی در مورد یک ابژه تاریخ مشخص یعنی سرمایه است که همه عرصه‌های اجتماعی رو میانجیگری میکنه. کاپیتال در واقع در مورد پایه‌ترین شرایط و فرایندهایی هست که برای باز تولید یا ادامه حیات سرمایه ضروری هست. ضمناً کاپیتال از خیلی از مناسبات اجتماعی انتزاع میکنه، خیلی چیزها رو به شکل متدولوژیک میذاره کنار برای اینکه بتونه پایه‌ترین مناسبات اجتماعی شیوه تولید سرمایه‌داران رو صورت بندی کنه. عبارت معروفی که از جلد سوم کاپیتال مدام نقل قول میشم همینه: ساختار یا سازمان درونی شیوه تولید سرمایه‌دارانه در حالت ایدئال و میانگینش، یعنی هم عبارت ایدئال اوریجش. حالا پرسشی که مطرح میشه اینه که مارکس این شرایط امکان باز تولید سرمایه در کاپیتال رو چطوری در واقع صورت بندی میکنه. پاسخ خانش‌های ملهم از هگل اینه که نظریه اجتماعی کاپیتال عمدتاً یک نظریه منطقیه. مارکس از پایه‌ترین رابطه اجتماعی به لحاظ منطقی، یعنی شکل کالایی یا کالا، شروع میکنه و بعد به شکل دیالکتیکی و درون ماندگار بر مبنای تناقضات بین ارزش استفاده و ارزش مبادله فرم پولی یا پول رو بیرون میکشه و بعد از درون پول به سرمایه گذار میکنه و بعد از حوزه گردش میره توی فرایند ارزش افزایی و همینجور تا الی آخر. یعنی تمامیت معقولات به مثابه یک کل مفهوم سرمایه رو میسازه و شیوه تولید سرمایه دارن رو به شکل منطقی تبیین میکنه. و خب دشمن اصلی این خانش از متد مارکس هم انگلسه که توالی مقولات در کاپیتال رو تاریخی تلقی کرده بود. انگلس با یک سوء تعبیری که بدل میشه به آموزه بیچون و چرای خیلی از مارکسیست های دیگه، فصلهای اول کاپیتال رو یک جور مربوط به حیات اجتماعی و اشکالی از مبادله میبینه که پیش از سرمایه داری وجود داشتن و توالی مقولای مارکس رو توالی تاریخی میبینه، در صورتی که قضیه کاملا برعکسه. توالی مقولات در عوض دایاکرونیک سینکرونیک هم همزمان هم و منطقی هم. ولی از اون طرف بر مبنای چنین خانش منطقی، فصل های به ظاهر تاریخی کاپیتال مثل فصل کلیدی روزکاری و بخش آخر کاپیتال به اصطلاح انباشت اولیه شکل کاملا همین ارتودکسی، صرفا یک گریزی از خط استدلال منطقی تعبیر میشه.
از منظر یک کسی مثل کریس آرتور در کتاب دیالکتیک جدید و سرمایه، به اصطلاح انباشت اولیه صرفاً یک تحلیل امپریکال تجربیه درباره برساخت تاریخی یا مستقر شدن تاریخی پیش شرط های سرمایه است و به زعم آرتور ما میتونیم راحت بدونی که اصلا هیچ مشکلی در مفهوم سرمایه ایجاد بشه این فصل رو کامل کنار بزنیم. و خب نقدی هم که به همچین خانشی وارده اینه که متد مارکس یا هستی شناسی مارکس از منظر فلسفی این متد مارکس رو منحصرا منطقی میبینه و در نهایت یک تصویر ایستا بدون دینامیک حرکت، یک تصویر شیباره شده از دیالکتیک ارائه میده. اگر حرکتی هست، حرکت منطقیه نه تاریخی. دیالکتیک صرفا بدل میشه به مدیوم منطقی ارائه و استخراج معقولات، در حالی که در واقعیت امر در متد مارکس مسئله زمانمندی یا تمپورالیتی و دینامیک در واقع سرمایه همیشه موضوع اصلی، همیشه حرف اول رو میزنه. اینکه مارکس روی زمانمندی تمپورالیتی سرمایه متمرکز میشه توی متدش یک امر دل بخواهی نیست. مسئله متد اصولا توی سنت نظریه انتقادی همیشه باید درون ماندگار باشه و خصلت های خود اون ابژه نقد رو در واقع درونی کنه و سرمایه هم طور که مارکس در مانیفست و کاپیتال توصیفش میکنه یک رابطه اجتماعی که آروم و قرار نداره، رستلسه، مدام روابط تولید رو منقلب میکنه و همراه با اون کل مناسبات اجتماعی جامعه رو دگرگون میکنه و دقیقا بر مبنای همین خصلت عینی سرمایه است که دیالکتیک مارکسی همیشه ابژه نقد خودش رو در حال شدن یا بیکامین میبینه و همیشه اون رو از منظر فراتر رفتن و تحقق یک نظم جدید در آینده نقد میکنه. و خب بخش آخر کاپیتال به طور مشخص به اصطلاح انباشت اولیه در مورد لحظه تولد خشونت آمیز در واقع سرمایه است که زور یا قهر دولتی به عنوان قابله تاریخ نقش اصلی رو بازی میکنه. این پیشا تاریخ سرمایه برخلاف تصور خانش‌های موسوم به شکل ارزش یک چیز صرفاً اضافه و بیرونی به متد مارکس و حتی به منطق سرمایه نیست. برای مارکس اینکه سرمایه‌داری از کجا میاد، خاستگاه سرمایه، بخش مهمی از خود مفهوم و منطق سرمایه است، چون دقیقاً طی همین فرایند هست که پیش شرط‌های ضروری سرمایه به شکل تاریخی بدل میشن به بخشی از ساختار و مفهوم سرمایه، ساختاری که از قضا به لحاظ عینی خودش رو ازلی ابدی ارائه میکنه. از این جهت انباشت به اصطلاح اولیه همونطور که یک کسی مثل ورنر بومفیلد مثلا تاکید میکنه بخش لاینفک نقد بتوارگی هست، چون نشون میده که سرمایه‌داری یک تولد داره تاریخیه و مثل هر موجود تاریخی دیگه یک مرگ داره، منتها مرگش همونطور که والتر بنیامین هم تاکید کرده طبیعی نخواهد بود و خلاصه خود به خود نمیفته متاسفانه. نکته مهم در مورد انباشت به اصطلاح اولیه اینه که جدا از فرایند سلب مالکیت نیروی کار از وسایل تولید در اروپا و به طور مشخص در انگلستان که پیش شرط به وجود اومدن کار مزدی هست، فرایندهای جهانی نظیر مقروضسازی بین المللی، جنگ‌های تجاری و البته استعمار به عنوان قدرتمندترین اهرم‌های انباشت اولیه قلمداد می شد. مثلا در صفحه 812 از ترجمه حسن مرتضوی مارکس میگه بردگی پوشیده کارگران مزدبگیر در اروپا به بردگی تمام عیار دنیای نو، منظور اون موقع به قاره آمریکا میگفتن، به بردگی تمام عیار دنیای نو به عنوان ستون پایه آن نیاز داشت. دوباره اگه بخوایم یه چیز دیگر رو نقل کنیم همونجا صفحه 805
مارکس میگه گنج هایی که مستقیما در خارج از اروپا با چپاول آشکار بردهسازی و قتل و کشتار تصرف شده بودند به کشور مادر سرازیر و در آنجا به سرمایه تبدیل می شدن. یعنی چی؟ یعنی مواد خام اولیه که به عنوان کالا از انباشتهای استعماری استخراج می شد یا پولی که از طریق استعمار به جیب زده می شد می رفت به متروپول و در اونجا به شکلی سرمایه آغازین آن سهم می کرد. بنابراین ما در لحظه تأسیسی یا برسازنده سرمایه از نظر مارکس به خاطر مسئله استعمار شکلی از تکثر و ناموزونی رو به لحاظ تاریخی در کاپیتال داریم. منتها پرسشی که همین مطرح است اینه که بعد از تولد و استقرار ورای به اصطلاح انباشت اولیه، این تکلیف تکثر زمان تاریخی و ناموزونی سرمایه چی میشه؟ خب همونطور که میدونین و آشنا هستین، یکی از ترمایی که در مارکسیسم معاصر برای این ساختار ناموزون سرمایه و برای باز تعریف فرایندهای حیاتیش به کار برده شده در واقع تکرار انباشت اولی است، یعنی اشکالی از انباشت که مستقیما با استثمار نیروی کار گره نخوردن. مثلا برای دیوید هاروی فرم اصلی انباشت همین سرمایه‌داری معاصر انباشت به مدد سلب مالکیت، از جنگ عراق گرفته تا احیانسازی فضای شهری و سلب مالکیت از دهقانان، برای هاروی تجلی های امروزی در واقع انباشت به مدد سلب مالکیت هم. بر مبنای آماری که هاروی میده 2 میلیارد نفر در سرتاسر جهان از 1970 تا 2010 پرولتریزه شدن و دسترسی خودشون رو به وسایل تولیدی که داشتن از دست دادن. به همین ترتیب نانسی فریزر هم در کتاب آخر خودش که اگر اشتباه نکنم همین پارسال در اومد، چند ماه پیش در اومد، به عنوان سرمایه‌داری آدمخوار، فریزر به رابطه میان استثمار و سلب مالکیت بین اکسپلویتیشن و اکسپروپریشن میپردازه. ایده اصلی فریزر هم اینه که سرمایه به شکل فعالانه‌ای این دوتا فرم انباشت رو از هم جدا میکنه، از هم متمایز میسازه و بعد سلب مالکیت رو در خدمت استثمار به کار میگیره. به لحاظ تاریخی سلب مالکیت همیشه به شکل ناموزونی در حاشیه اتفاق افتاده و این جمعیت های منقاد مناسبات نژادی هم که در واقع منقاد این شکل از سلطه سرمایه شدن و بعد انباشت از طریق سلب مالکیت به درون انباشت مبتنی بر استثمار در مرکز ادغام میشه. نکته که میخوام روش تاکید کنم، جدا از این که به هر حال بحثای زیادی حول این ترم وجود داره، اینه که ترم یا اصطلاح محبوب تکرار به اصطلاح انباشت اولیه به نظرم پاسخ یا راه حل مناسبی برای مسئله تکثر زمان تاریخی و ناهمگن بودن مناسبات سرمایه نیستش. به رغم اینکه کاملا ضروریه که نشون بدیم اشکالی از انباشت که مارکس عمدتاً به پیشا تاریخ سرمایه منسوب میکنه یک فرایند مداوم هست، فرایندی که ادامه داره در حال حاضر و بخش لاینفک باستولود مبسوط سرمایه است، چون به نظر میاد به اصطلاح انباشت اولیه یک مقوله یا یک مفهوم مثل دیگر مقولات مارکسی نظیر ارزش اضافی، ارزش مبادله، کالا، پول، ارزش افزایی و غیره نیستش. به اصطلاح انباشت اولیه اسم یه تحلیله، یه شیوه از فکر کردن تبارشناسانه از پیشا تاریخ سرمایه، یک فرایند خشونت آمیز که ماحصلش به بخشی از شرایط حال حاضر سرمایه در میاد و همونطور که میشل فوکو در مراقبت و تنبیه می نویسه، تبارشناسی منوط به تاریخ گذشته بر مبنای حال حاضر نیست، تبارشناسی تاریخ نگاری حال حاضره،
چون فرایندهایی رو واکاوی میکنه که نتیجهش به بخشی از مناسبات اجتماعی در میاد، اما خود فرایند فراموش میشه و این جدا شدن نتیجه از فراینده که مناسبات سرمایداری رو شیباره میکنه و اونا رو علاقه ازشون تاریخ زدایی میکنه. و خب مسئله که توی تبارشناسی هم مهمه اینه که همیشه در برابر یک سری روایات اسطوره‌ای یک ضد روایت ارائه میکنه، در تقابل با روایت آدام اسمیت که خاستگاه سرمایداری رو بر مبنای یک روایتی شبیه به آدم و هوا تعبیر میکنه. این ایده که زمانی یه سری آدم بیکار و بیار بودن و از اون طرف یه سری های دیگه کوشا بودن و تونستن برای خودشون سرمایه دست و پا کنن، یک ضد روایت در واقع وسط میگذاره مارکس که نشون میده اتفاقا زور دولتی و قهر و خشونت که حرف اصلی رو میزنه. صفحه 813 کاپیتال مثلا مارکس مینویسه سرمایه در حالی زاده میشود که از فرق سر تا نوک پا و از تمام منافذش خون و کثافت بیرون میزنه. و خب و همین دلیل هم در واقع بخاطر همین نقد روایات ایدئولوژیک و اسطوره‌ای است که نکته مهم در عبارت به اصطلاح انباشت اولیه همین صفت به اصطلاح هست که یک جور کنایی در واقع به کار میره برای دست انداختن روایت های گل بلبل بورژوایی از پیشا تاریخ سرمایه. بنابراین اگر بپذیریم که به اصطلاح انباشت اولیه یک تحلیل تبارشناسانه است و نه یک مقوله یا مفهوم به معنای دقیق کلمه، فکر میکنم خود به خود اون مفهوم ساختگیه در واقع تکرار به اصطلاح انباشت اولیه هم رنگ میبازه. حالا سوال اینه که اگر انباشت اولیه مقوله مناسبی برای نقد این زمان متکثر سرمایه نیست، پس آلترناتیو چیه؟ و بدیهیه که سرمایه هر جا پا میذاره یک فرم منحصر به فرد به خودش میگیره، در فرآیندی که مارکس ازش به عنوان تابعیت سوری فرمال سابسامشن یاد میکنه، سرمایه روابط اجتماعی از پیش موجود رو منقاد منطقه انباشت میکنه و با توجه به تفاوت‌های تاریخی پیش از سرمایه دارانه میشه ادعا کرد سرمایه‌داری در هر جایی یک فرم ناهمگن و متفاوت به خودش میگیره. بعضی از مناسبات رو سرمایه با زمانمندی همین نفی کننده خودش امها میکنه و از بین میبره و بعضی های دیگر رو که از اثر قبلی به ارث برده رو در واقع مصادره به مطلوب میکنه. مقوله تابعیت سوری که اخیراً در خانش های زمانمند از مارکس و متأثر از نظریات پسا استعماری احیا شده، تمام تمرکزش روی چیزیه که مارکس بهش میگه هدایای تاریخی، یعنی اشکال پیشا سرمایه‌دارانه که سرمایه در خدمت خودش میگیره. به لحاظ زمانی تابعیت سوری در نهایت با چارچوب نظریه ارنست بلوخ، یعنی زمانمندی ناهمزمانی ها یا کنار هم اومدن همین لایه‌های تاریخی متکثر از اعصار مختلف کار میکنه که عمدتاً از میانجی‌های بازار جهانی منتظم میکنه و بنابراین همه تمرکزش روی سینگولاریته یا امور ویژه و یکتای فضای لوکال و محلیه. علاوه بر این چیزی که از دست میره توی تابعیت سوری اون شکلی از تکثر زمان تاریخی یا ناهمگن بودن مناسبات اجتماعیه که به شکل فعالانه ای از طریق روابط قدرت جهانی دیفرنشیت میشه، نه اینکه صرفاً به شکل پسیو به سرمایه داده شده و به ارث رسیده. جدا از فرایندهای اقتصادی، دولت‌های فرادست که تاریخاً استعماری بودن در کنار فرایندهای نژادی از مکانیزم‌های اصلی این شکل از تولید تکثرند. بنابراین این تکثری که دارم روش دست می‌ذارم برخلاف پسا استعماری ها دیفرنس نیستش، تفاوت نیستش، دیفرنشیشنه. یعنی که بتونم این وجه فعال
در واقع تولید تکثر رو بیارم رو. و خب حالا اگر انباشت به اصطلاح اولیه و تابعیت سوری رو که در مارکسیسم معاصر بازسازی و بازتعریف شدن کنار بذاریم، تکلیف بالاخره چی میشه؟ سوال اینه. بخش آخر ارائه‌ام، بخش سوم، تلاش میکنم که کوتاه به همین پرسش از طریق مقوله بازتولید در واقع پاسخ بدم. و خب مقوله بازتولید در خوانش های هگلی از مارکس صرفا به شکل سوری تعبیر میشه، به معنای برنهادن ملزومات انباشت از طریق چیزی که مارکس بهش میگه اجبار خاموش توی کاپیتال یا سایلنت کامپالشن. به زعم مارکس بعد از اینکه سرمایه با اتکا به دولت و قهر فرااقتصادی تثبیت میشه، سرمایه خودش رو با اجبار و فشارهای اقتصادی باز تولید میکنه. اونایی که دسترسی به وسایل تولید ندارن مجبورن نیروی کار خودشون رو در بازار بفروشن و اونایی که سرمایه دارن باید از طریق مکانیزم قهری رقابت به منطق انباشت تن بدن. توی گرونریسه مارکس از این استعاره عصا استفاده میکنه، میگه در فرایند تثبیت شدنش سرمایه با عصا راه میره، متکیه به زور فرا اقتصادی و فرآیندهای غیر سرمایه دارانه، و بعد از اینکه تثبیت میشه، متولد میشه کامل، روی پای خودش وای میسته و به شکل قائم به ذات به حیات خودش ادامه میده. چیزی که مارکس توی کاپیتال بهش میگه ارزش همین خود افسا، سلف والورایزینگ ولیو. به همین خاطرم توی این سنت هگلی در کارهایی مثل مویش پستون، سلطه سرمایه یک سلطه غیر شخصی یا این پرسونال تعبیر میشه، یعنی عینیت فرایندهای مبادله و فشارهای اقتصادی بازیگرهای اقتصادی رو مجبور به باز تولید رابطه اجتماعی سرمایه میکنه. منتها باید همیشه یادمون باشه که فرنده باز تولید در مارکس درست غیر شخصیه، ولی یک فرایند متافیزیکی ورای سوژه های انسانی نیستش. سرمایه یک نسبت اجتماعیه و همواره با بحران، آنتاگونیسم اجتماعی و استثمار در واقع خودش رو باز تولید میکنه و با اینها همیشه گره خورده. و خب اون شکل از تلقی سوری از باز تولید سرمایه به عنوان ارزش خودافزا در درون جریان های انتقادی مارکسیست قویاً به چالش کشیده شده. مارکسیسم فمینیستی نظریه باستولید اجتماعی مقوله باستولید رو از منظر جنسیت به چالش میکشه و یه مفهوم دیگه‌ای از سرمایه رو وسط میگذاره که سیاست طبقاتی به معنی سنتی و اقتصادیش رو پروبلماتیزه میکنه. بله، ممکنه بگیم که در بخش هفت کاپیتال با عنوان انباشت سرمایه، مارکس در مورد باستولید اجتماعی نیروی کار بیرون از عرصه تولید و عرصه ارزش افزایی حرف میزنه و اون رو وچل لاینفک باز تولید خود سرمایه میدونه. مثلا بدون آشپزی، خوردن، خوابیدن، معاشرت اجتماعی و مراقبت عاطفی، بدون اینکه نیروی کار قوای حیاتی خودش رو از نو تجدید قوا کنه، هیچ انباشتی صورت نمیگیره و چرخهای کل سیستم از کار میفته. به همین ترتیب بدون به دنیا آوردن و پرورش و آموزش نسل جدید و آینده نیروی کار، سرمایه در بحران فرو میره و همه این کارهای بازتولیدی با برپا ساختن نظامند مناسبات جنسیتی عموما بر عهده زنان و دیگر اقلیت‌های جنسی بوده، چیزی که مارکس سرش اصلا حرف نمیزنه توی کاپیتال. و به لحاظ متدولوژیک باز تعریف مفهوم در واقع باز تولید صرفا متضمن این نیست که ما یه چیزی رو به مارکس اضافه بکنیم، گویی یک مثلا بنای نظری وجود داره و بعد ما بیایم یه چیزی رو سوار کنیم روی این بنای نظری و بگیم این مارکسیسم فمینیستیه، بدون اینکه اون پایه رو دست نخورده باقی بذاریم. اگه بخوایم در مورد مناسبات جنسیتی حرف بزنیم،
همینطور که فدریچی و خیلی از فمینیست های دیگه تاکید کردن، نیازمند اینه که خود مقولات مارکسی رو پروبلماتیز کنیم، خود تاریخ سرمایه‌داری رو از نو بنویسیم و یک درک و برداشت دیگه ای از شکل ارزش، از فرم اجتماعی ثروت به دست بدیم. به همین ترتیب در سنت مارکسیسم سیاه یا بلک مارکسیزم، همزمان همین مسئله در قبال نژاد و مناسبات نژادی مطرح شده. یعنی مثلا پرسشی که نانسی فریزر دوباره با تأثیر از این سنت در کتاب اخیرش میپرسه اینه که چرا سرمایه‌داری به شکل ساختاری راسیسته، و با متعین ساختن در واقع سرمایه و روابط نژادی، خود سیاست طبقاتی هم متحول میشه. مبارزه علیه مناسبات نژادی و جنسیتی میتونه بخشی از مبارزه علیه سرمایه به حساب بیاد، بخشی از مبارزه طبقاتی به معنی گستردش در واقع میتونه بدل شه، به رغم اینکه این در واقع مناسبات نژادی یا جنسیتی به لحاظ هستی شناختی همیشه استقلال خودشون رو حفظ میکنن و هرگز قابل تقلیل به منطق سرمایه نیستن. بنابراین مسئله اصلی دقیقا همین که بازتولید سرمایه مجموعه ای از روابط و مناسبات ناهمگن رو به خدمت میگیره که برای ادامه حیات سرمایه ضروری هن. مناسبات مرد سالاری بازتولید سرمایه رو حفظ میکنه، منتها بدون این که به منطق سرمایه تقلیل پیدا کنه. سرمایه فعالانه حوزه تولید رو از باز تولید اجتماعی متمایز و جدا میکنه و بعد اون رو منقاد فرایند انباشت میکنه و همزمان کارهای باز تولیدی رو بیارزش میکنه و اهمیت اونها رو انکار میکنه. بنابراین اگر از منظر باز تولید به سرمایه نگاه کنیم، خود مفهوم سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی تغییر میکنه و مجموعه از روابطی که نامرئی شدن از نو مرئی میشن و این روابط بازتولیدی که ادامه حیات سرمایه رو تضمین میکنن به همون اندازه استثمار نیروی کار ضروری هن و مبارزات علیه نژاد و جنسیت به همون اندازه به لحاظ سیاسی مهم هن. بنابراین در پرتو چنین خانشهایی از کاپیتال هست که ما میتونیم ناهمگن بودن و ناموزونی باستولید جهانی سرمایه رو به شکل بهتری صورت بندی کنیم. به طور مشخصتر مفهوم باستولید در جلد دوم سرمایه اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه. یعنی زمانی که مارکس مشخصاً به گردش سرمایه به معنی گسترده کلمه، یعنی تغییر شکل مدام ارزش طی یک فرایند از فرم کالایی به پول و سرمایه مولد، یعنی این فرایندی که مدام سرمایه تغییر شکل میده و از طریقش خودش رو بازتولید میکنه، اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه که توی مثلا جلد یک ما این مفهوم رو نمیتونیم پیدا کنیم. و خب مفهوم کلیدی که توی جلد دوم کاپیتال برجسته میشه همین چیزی که مارکس بهش میگه توتال سوشال کاپیتال یا سرمایه تام اجتماعی، که نشون میده بازتولید یک سرمایه منفرد به شکل هستی شناختی به بازتولید دیگر سرمایه ها همواره از پیش گره خورده. چرخه انباشت یک سرمایه همزمان منوط هست به تولید و گردش انباشت سرمایه های دیگه. فرصت نیست من کامل این مفهوم رو باز کنم، ولی نکته اصلی اینه که از منظر بازتولید یک سری مناسبات وابستگی متقابل به وجود میاد بین حلقه های انباشت و تا جایی که به بازتولید جهانی سرمایه برمیگرده، فرمی که این وابستگی متقابل به خودش میگیره یک فرم وابستگی نامتقارن و ناموزونه. درست همونطور که بازتولید اجتماعی نیروی کار از استثمار در حوزه تولید متمایز میشه و بعد بازتولید اجتماعی به خدمت استثمار در میاد، به همون ترتیب هم مستعمره
از متروپول متمایز میشه و انباشت استعماری به درون در واقع باستولید متروپول ادغام میشه. بدین ترتیب استعمار به شکل ضروری و نظاممندی فرایند باستولید سرمایه فرادست رو تضمین میکنه. به همین ترتیب به شکل فعالانه‌ای فرایندهای انباشت فرودست در جنوب جهانی از انباشت در شمال جهانی جدا میشه و بعد از نو به درون باستولید شمال در واقع ادغام میشه. حالا اگه بخوایم این جنوب و شمال رو همینجوری به شکل غیر انتقادی به کار ببریم، بنابراین اگر از منظر باستولید به سرمایه نگاه کنیم، مسئله دیگه صرفاً تابعیت سوری نیستش. مسئله تکثر اشکال مختلف استثمار که به شکل درونی به هم پیوند خوردن، تکثری از اشکال تابعیت سابسامشن که با زمانمندی های اجتماعی متمایز به قول ماکس تومبا سینکرونایز شدن یا همزمان و هماهنگ شدن. بنابراین تکثر همین اشکال مختلف استثمار و ارزش اضافی اهم از مزدی و غیر مزدی، مطلق و نسبی، فقط در نسبتشون با همدیگه است که معنا پیدا میکنند. مفهوم تابعیت برخلاف تصور هارت و نگری در یه جایی مثل کتاب امپراتوری یک مقطع یا استیج تاریخی نیستش، یک فرم فرمان سرمایه است، یک شکل در میان اشکال دیگه ای از استعماره که معناش رو از طریق نسبتش با دیگر اشکال تابعیت پیدا میکنه. برای من یکی از مهمترین وجوه انتقادی باستولید مارکس توی کاپیتال همین تلقی مبتنی بر نسبت هست، یک مفهوم ریلیشنال از فرایند باستولید و تکثر در واقع زمانی و ناموزونی سرمایه فقط و فقط میتونه از همین نسبت‌های بین اینا، از پیوندهای درونی اینا درک و فهم بشه. و وقتی میگیم پیوند درونی یعنی فرآینده صنعتی در منچستر و لیورپول تو قرن 19 هم تو خود زمان مارکس به شکل بنیادین و ضروری با بردهداری گره خورده بودن و این دوتا فقط از طریق همدیگه است که میشه فهمیده بشه. و خب نباید فراموش کنیم که خود مفهوم شکل ارزش value form به عنوان شکل مشخصا تاریخی ثروت در جوامع سرمایه‌داری هم یک رابطه اجتماعی مبتنی بر نسبت یا relational هست. جمله مشهور مارکس توی کاپیتال هم همینه، یعنی حتی یک اتم مادی هم در درون ارزش وجود نداره، ارزش یک رابطه اجتماعی، فرم اجتماعی، خصلت ناب اجتماعی که محصول کار به خودش میگیره وقتی که تحت یک شرایط تاریخی معین در واقع قرار میگیره و تولید میشه. یعنی فقط از تولید کالایی و از طریق مبادله عامه که از طریق رابطه یک کالا با کالاهای دیگه است توی مناسبات بازاره که شکل ارزش معنا پیدا میکنه. به همین ترتیب کار انتزاعی و انتزاعی واقعی هم درونی یک کالای منفرد نیست، محصول کل بازاره و به همین خاطر هم در واقع زمانمندی های ارزش توسط زمان کار اجتماع لازم تعیین میشه. و خب حالا من دیگه وارد این بحث‌های انتزاعی واقعی و اینها نمیشم، ارائه‌مو همینجا سعی میکنم نگه دارم. فقط اگه بخوام خلاصه کنم، توی این ارائه از همین حال حاضر سرمایه‌داری معاصر شروع کردیم، از این ایده که این سرمایه‌داری معاصر به غایت همگن ناهمگنه، بعد این پرسش رو مطرح کردیم که چطور میشه این ناهمگنی یا تکثر زمانی رو فهمید، و بعد از اون رفتیم سراغ کاپیتال و در عوض تکرار به اصطلاح انباشت اولیه و تابعیت سوری مفهوم و منظر باستولید رو به عنوان آلترناتیو ارائه کردم که درش این تکثر زمانمندی اجتماعی و تکثر اشکال مختلف استثمار به شکل درونی و هم دیگه پیوند خورده بودن در جهت
منافع فراده است در درون چیزی که مارکس بهش گفت سرمایه، در واقع عام، سرمایه تام اجتماعی. و من سعی میکنم دیگه همینجا وایستم، امیدوارم خیلی خسته نشده باشید. من بلوتوث هم اگه یه بار برم بیرون بیام ببینم درست میشه. تراب جان